لبه تاریکی. زمستان سال 66، حالا هوای تهران چیزی شبیه این روزها بود. دبستانها از ترس موشک بارون عراق تعطیل شده بود. اغلب زنها و بچه ها رفته بودن شهرستان و مردها مونده بودن تهران. انگار توی شهر خاک مرده پاشیدن. آموزش و پرورش اعلام کرده بود برای امتحان ثلث سوم به بچه هایی که همراه خانواده ها به شهرهای دیگه رفتن و مهمون مدرسه های اون شهرها بودن سخت نگیرید. نزدیک بهار بود، اما بوی عید نمی اومد. همه نگران بودن. بازار شایعه ها داغ بود. ما بچه ها چشممون به کارتون پسر شجاع و حاج زنبور عسل بود، اما گوشمون به حرفای بزرگترا وقتی آروم می گفتن صدام میخواد تهران رو بمبارون شیمیایی کنه. دل تو دلمون نبود. شبا با ترس به خواب میرفتیم و صبح با نگرانی بیدار میشدیم. عید اون سال شبیه هیچ عیدی نبود. نه برای من، نه احتمالاً برای خیلی از بچه های ایران. اونایی که تو جنوب بودن و زخم خورده بودن یه جور درگیر بودن و ما پایتخت نشینا جور دیگه. بچه های غرب ایران، کردستان و کرمانشاه که اغلبشون آواره شهرهای امن شده بودن وضع بهتری نداشتن. ما تو یک غم بزرگ شریک بودیم. ناامنی جهانمونو تیره کرده بود. بعد از جنگ تا سالها طعم اون عید دور از خونه، دور از سفره هفت سین و دور از شادی و عیدی با من بود. اما زندگی بعد از جنگ با همه مشکلاتش زیبایی هم داشت، چون ادامه داشت. امسال هم اسفند بوی عید نمیده. بوی خوشی و حال خوب. بوی امید به تغییر و خلاص شدن از سالی که همش مصیبت بود و تلخی. سالی که بارها در سوگ هموطنانمون گریستیم. سالی که خاکستر شدن امید و آرزوهامونو دیدیم. سالی که مادرای داغدار و پدرای چشم به راه بیشمار داشت. سال گرونی، تورم، دروغ. تو این روزا که بهانه لبخند و دلیل خوشحالی کمه و قلبامون یخ زده از شک و بی‌اعتمادی، فکر بچه ها باشیم. اونا آخرین امیدهای بشر برای رستگاری هستن. همونا که نمیدونن آمار و ارقام تو این کشور بهونه است. نمیدونن مدت هاست غم تو خونه های ما ایرانی ها جا خوش کرده و حاضر نیست رهامون کنه. اونا نمیدونن خشم ما بزرگترا از سیاست مدارها باعث شده به هر خبر و نقل قولی اعتماد کنیم و تن بدیم به ترس، به ناامیدی و به مرگی که هنوز نیومده. بچه ها منتظر بهارن. چه تو خونه حبس شده باشن، چه نباشن. اونا چشم به راه معجزه خدا هستن. دلشون شادی پایدار میخواد و امید. اینا رو از بچه ها دریغ نکنی. پرونده کرونا بسته میشه، همونطور که ماجرای تلخ جنگ تموم شد. اما جامعه با این قلبای پاره پاره و چشمای نگران به هیچ بهشتی نمیرسه. یادمون نره
هیچ سرزمینی متعلق به سیاست مدارانش نیست. ایران متعلق به ماست. ما ایرانیم. از این رنج در کنار هم عبور کنیم.